سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده خواستار بررسی حمله اعتلاف سعودی به چاهای آب در یمن شد. سازمان مسلمان آزاده در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر هدف قرار گرفتن چاهای آب آشامیدنی در یمن توسط نیروهای اعتلاف سعودی بیانیه ای صادر کرد و در آن از سازمان ملل متحد خواست در این زمینه تحقیقاتی انجام دهد. در این بیانیه ای که نسخه از آن به شیو ویوزه رسیده سازمان جهانی نفع خشونت ضمن محکوم کردن این اقدام اعتلاف سعودی آن را یکی از جنایاتی دانست که میتواند در شیوع دوباره بیماری وبا در یمن نقشی به سزا داشته باشد بنا به اظهارات یوسف الحاضری سخنگوی وزارت بهداشت و مردم یمن از ماه آوریل سال گذشته تا ماه سپتامبر سال جاری اردیبهشت 1396 تا شهریور 1397 به علت شیوع بیماری ها بیش از یک میلیون نفر به بیماری وبا و بیماری های ناشی از مصرف آب آلوده گرفتار شدند که حدود 2410 تن از آنان فوت شدند مسلمان آزاده در ادامه بیانیه خود افزود ما علاوه بر آنکه از نیروهای اعتلاف حمل کننده به یمن میخواهیم حملات فاجبار خود را متوقف کنند از سازمان ملل متحد نیز میخواهیم درباره حمله نیروها به چاههای آب آشامیدنی تحقیقی مستقل داشته باشند این سازمان حمله به چاههای آب شرب را مخالف با پیمان ژنو دانست و آن را جنایت جنگی خواند